در کره شمالی چه خبره؟ حتما چیزای عجیبی در مورد این کشور شنیدید. اما اگه به این کشور سفر کنید، به محض رسیدن به فرودگاه باید تلفن همراه خودتون رو تحویل بدید، چون هیچ شخصی با تلفن دیده نمیشه. استفاده از لپتاپ اشکالی نداره، اما خبری از اینترنت نیست و تنها اینترنت ملی وجود داره، اونم با 20 تا سایت. وقتی وارد کشور کره شمالی میشید، به شما یه راهنما و یه راننده اختصاصی میدن و اونا همیشه همراهتون هستن و نمیتونید جای تنها برید. و همه جا هم ایست بازرسی وجود داره. برنامه روزانه شما شامل 2 تا 3 تا بازدید تفریحیه و در هتل هم فقط میتونید به تماشای 3 تا شبکه بپردازید که همشون دولتی هستن. البته صدا سیما کشور خودمون هم همچین وضعیتی داره. در ساعت 11 شب در کل این کشور خاموشی اعلام میشه و شهرها در تاریکی مطلق فرو میرن. جالب است بدانید در ساحل کره شمالی سیم خارداری متصل به برق وجود داره تا کسی حواس شنا به سرش نزنه. البته که اجازه عکس برداری هم وجود نداره. حدود 10% از جمعیت این کشور در ارتش خدمت میکنه و در نزدیکی مرز دو کره برای هجوم دشمن همیشه آماده باش هستند. تبلیغات در کره شمالی تنها به یک ماشین تعلق داره که با همکاری کره جنوبی ساخته شده و این تبلیغ فقط در پایتخت این کشور دیده میشه. هر شهروند کره شمالی یک نشان از کیم ایل سونگ بر سینه داره، به جز کودکان. البته شما نمیتونید این نشان رو خریداری کنید. ویژگی شهرها نبود ماشینه و همه پیاده مسیر رو طی میکنن. گاهی اوقات از اتوبوس ها استفاده میشه. همچنین دوچرخه نایاب و گران قیمت در این کشور. روند ساخت یک هتل از سال 1991 متوقف شد و شما نمیتونید حتی از اون عکس بگیرید. در واقع برای گرفتن هر عکس باید اجازه داشته باشید، مخصوصا عکس برداری از ساختمان ها. طبیعت کره شمالی بسیار زیباست و تنوع آب و هوایی بسیار شگفت انگیزی دارد. اما مردم در هر نقطه‌ای که متولد میشوند باید تا آخر عمر همانجا زندگی کنند. حتی برای مسافرت هم باید اجازه حکومتی بگیرند، وگرنه قانون را شکستند و مجازات خواهند شد. حدود 50 سال است که مردم رأس ساعت 6 صبح با صدای شیپور که از طریق بلندگو در تمام مناطق کشور پخش می شود از خواب بیدار می شود. آنها موظف هستند پیش از شروع کار روزانه در مقابل مجسمه کیم ایل جونگ و پدر او ادای احترام کرده و سپس با لباسی رسمی از منزل خارج شوند تا وزارت اطلاعات و امنیت از عبور و مرور تمام افراد آگاه باشد. سپس پس از رسیدن به محل کار باید 10 دقیقه به سخنرانی‌های مافوق خود گوش دهند و بر ضد دشمنان شعار دهند و بعد از همه اینها می‌توانند کار خود را آغاز کنند. در پایتخت کره شمالی هر 2 ساعت یک بار از بلندگوهای بسیار قوی مارش نظامی پخش می‌شود تا قدرت ژنرال‌های این کشور به رخ همه کشیده شود. همچنین خدمت سربازی در این کشور به حدود 10 سال میرسد. استفاده از خودرو تنها مختص به بالا رتبه‌های نظامی این کشور است و رانندگی برای زنان اکیداً ممنوع است. هیچ خانواده‌ای حق خواب دیدن را ندارد. اگر به طور مثال پدر یا مادری از خواب بیدار شده و خوابی را که شب قبل دیدند برای فرزندانشان تعریف کنند، فرزندان آنها موظف هستند که خواب پدر مادرشان را به وزارت اطلاعات و امنیت گزارش دهند. هیچ رسانه خصوصی در این کشور وجود ندارد. تمام رسانه های این کشور حکومتی هستند و خبرهایی را که وزارت اطلاعات دریافت می‌کند بدون کوچکترین تغییری منتشر می‌کند و انتشار هر گونه خبر ناخوشایند ممنوع است. درآمد ماهیانه مردم بسیار ناچیز است و سالانه چندین هزار نفر بر اثر گرسنگی جان خود را از دست می دهند. حکومت نیاز مردم را تامین نمی کند و از پذیرفتن کمک های غذایی دیگر کشورها سر باز می زند.
و معتقد است مصرف این غذاها بر روی طرز فکر مردم اثر می‌گذارد و باعث آلودگی‌های فرهنگی می‌شود. ورود عکاسان و خبرنگاران به این کشور ممنوع است. اگر شهروندی از طریق تلفن با خارج از کشور تماس گیرد، احتمالاً حکم اعدام و تیرباران نصیبش خواهد شد. همچنین اگر شخصی بخواهد از کره شمالی خارج شود، به عنوان عامل دشمن دستگیر می شود. جالب است بدانید برای ازدواج دو شخص قطعاً لازم است تا از طرف وزارت اطلاعات صلاحیتشان برای ازدواج صادر شود و موافقت یا مخالفت خانواده ها هیچ تأثیری ندارد. صادر شدن این مجوزها پروسه بسیار سختگیرانه‌ای دارد. خب حالا توی این بخش میخواییم چند تا از عجیبترین قانونهای این کشور رو با سرعت با همدیگه بررسی کنیم. گوش دادن به موسیقی خارجی یا تماشای فیلم‌های خارجی جرم و قاضیان کشتی یا زندانی میشن. اگر در جلسه‌ای که کیم داره سخنرانیه کسی خوابش ببره به مرگ محکوم میشه. هر گونه بی احترامی به کیم و خانوادش کفر محسوب میشه و حکمش اعدامه. مردم کره حق بلند خندیدن و رقصیدن ندارن وگرنه کشته میشن. کسی حق داشتن نام کیم رو نداره، البته به جز بستنی ها. مصرف ماریجوانا در این کشور آزاده. مردم حق پوشیدن لباس جین رو ندارن چون نماد سرمایه‌داری به حساب میده. شغل هر کس بر اساس صلاحیت دولت تعیین میشه و کسی نمیتونه برای خودش شغلی انتخاب کنه. حتی فهرستی از مدل موهای مجاز وجود داره. 18 مدل برای بانوان و 10 مدل برای آقایان تعیین شده. توریست ها به محض ورود به این کشور باید از زیر تابوت شیشه کیم پدر رد بشن وگرنه کشته میشن. با تمام این تفاصیل مردم کره شمالی از زندگی خودشون ناراضی نیستن و معتقدن خوشبخت ترین انسان های روی زمین هن. خب نظر شما چیه؟ حتما برامون توی کامنت ها نظرتون رو بنویسیم تا ما اونا رو بخونیم.